دو ساله بعد از اینکه از یکی از دانشگاه‌های اروپا پذیرش رو گرفته بود و داشت کارهای نهایی رفتنش رو انجام میداد، با یه ندای درونی همراه شد. اون ژنتیک خونده بود و مثل خیلی از جوانای دیگه رشته رو که انتخاب کرده بود و دوست نداشت. اون هم تا حدودی محصول صنعت معیوب کنکور شده بود. بعضی وقتا تو زندگی شرایط و جبر محیطی خیلی زورش زیاده و اگه بخواید تسلیم اون بشید دیگه نه دلخوشی دارید و نه به آرزوهاتون میرسید. دختر 22 ساله داستانم مثل خیلی از جوانای دیگه به خاطر اصرار خانواده، چشم و همچشیای دوستان و جو حاکم بر جامعه فقط یک راه براش تعریف شده بود. اونم میخواست بره اروپا تا فوق لیسانس بخونه. از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این کلاس به اون کلاس، از این سفارتخونه به اون سفارتخونه، تا بالاخره پذیرششو گرفت. اما درست زمانی که میتونست تو پرواز شیراز بیان باشه، سر از کلوتای شهداد و کویر لوت و کاروان سرا و خانه های دور افتاده ایران در آورد. به جای اینکه کاپیتان پرواز اقامت خوشی رو براش تو اتریش آرزو کنه، اون بود که اقامت خوبی رو برای اتریشی ها تو خونه های روستایی ایران آرزو میکرد. به جای اینکه مهماندار هواپیما به اون پیشنهاد بهترین نوشیدنی ها رو بده، اون بود که پیشنهاد بهترین عرقیات گیاهی و دمنوشا رو به مسافراش میداد. دختر داستان ما یک تصمیم خیلی بزرگ گرفته بود. یک تصمیم خیلی بزرگ که برای خیلیا من جمله خانواده خودش پذیرفتنی نبود. اون خیلی زود تو سن 22 سالگی متوجه شده بود که مهاجرت انتخاب خودش نیست و وقتی که تونست با خودش به این نتیجه برسه، شهامت و جسارت ایستادن پای تصمیمش رو پیدا کرد. اون نمیدونست که با کنسل کردن اولین سفر زندگیش، تازه پای خودش رو به دنیای سفر باز کرده و سفر قرار جزئی از زندگی اون بشه. توی زندگی جدید نادیا اتفاقات عجیب و غریبی میفته و آدم‌های جور و جوری وارد میشن. اون از آزمایشگاه ژنتیک به آزمایشگاه انسان‌ها میرسه و در کنار اونا درس‌های خیلی بزرگی رو یاد میگیره. حالا بگذاریم به جایی که مسافراشو ببره شهر کرد، سر از شهرزا در میاره. بگذاریم که خیلی وقتا راننده تریلیا تو جاده به افتخارش بوق میزنن. بگذاریم که خیلی وقتا ماشینش تو جاده جوش میاره ولی خودش جوش نمیاره. بگذاریم که خیلی اتفاق میفته که به جرم زن بودن محکومش کنن و بخوام بهش زور بگن. بگذاریم. ولی مهم اینه که اون هیچ وقت تسلیم نشد و با شجاعت پای تصمیمی که گرفته بود ایستاد، تا اول به خودش و بعد به خیلی های دیگه ثابت کنه که زن بودن محدودیت نمیاره و مهاجرت همیشه بهترین راه نیست. سلام، من نادیا بدیعی هستم، راهنمای تورای ایرانگردی و گاهی اوقات یک درایور گاید. 9 روز دیگه 31 ساله میشم و 9 ساله که در ایران دارم کار تولیدری رو انجام میدم و خیلی دوستش دارم. سفر کردن، اونم با مسافرهای خارجی، تو ایران مثل شعرهای سعدی میمونه. بهش میگن سهل و ممتنه. یعنی هم سخت و هم آسون. کسایی که از دور میبیننش فکر میکنن خیلی آسونه. مگه شماها چی کار میکنید؟ با مسافرها میرید، میگردید، خوش میگذرونید، تازه پولم بهتون میدن. ولی کسایی که یک بار تجربهش کردن و تمام سختیاشو چشیدن میدونن چه شغل پر استرس و پر مسئولیتیه. تقریبا 6 ماه در سال رانندگی کردن تو جاده، دور بودن از خونه و خانواده، نبودن در هیچ کدوم از مراسمات عروسی و فامیل ها یک طرف، 24 ساعت در اختیار یک گروه انسان معمولا سالمند یک طرف دیگه، چالش پیدا کردن یه سرویس بهداشتی تمیز وسط بیابون یک طرف، جواب دادن به سربازهای کنجکاو ایستهای بازرسی هم یک طرف دیگه، رد کردن 15 نفر آدم اونم از خیابونای تهران یک طرف، در به در تو داروخونه ها دنبال یه دارو مشابه ایرانیش برای گردشگرا یک طرف دیگه.
شاید خیلی از دختر خانم های جوان بعد از دیدن این سخنرانی و بعد از دیدن عکس های رنگی رنگی صفحات مجازی گردشگرا دلشون بخواد که بدونن چطور میتونن یک راهنما باشن. بذارید به صورت کلی جواب بدم. اگه بخواید یک راهنمای موفق باشید، اول از هر چیز باید عاشق انسان ها باشید. باید از صحبت کردن و تعامل با اونا لذت ببرید. باید دلی بزرگ و گوشی شنوا برای شنیدن درد دلای اونا تا پاسی از شب داشته باشید. باید بتونید با هر جور آدمی کنار بیایید و حداقل مدت رو در کنارش زندگی کنید. به نظر من این مهمترین اصول درونی برای راهنما شدنه. بقیه‌اش یک سری مهارته، مثل اینکه باید لیسانس داشته باشید، یک دوره 6 ماهه رو در یکی از آموزشگاه جاز بگذرونید و بعد خودتون رو به آژانس‌های گردشگری معرفی کنید. کسایی که میخوان راهنما بشن باید بدونن که این شغل یک مسئولیت 24 ساعت است. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مسافرتون توی هتل حالش بد بشه و یا به یه داروی خاصی احتیاج پیدا کنه و یا هر مشکلی براش پیش بیاد، از شما انتظار میره که کنارش باشید. اگه پاسپورتش گم بشه یا اینکه یک مصدومیتی براش پیش بیاد، باز این شما هستید که باید کنار اون تو بیمارستان و کلانتری حضور داشته باشید. حالا بغیر از این اتفاقات خاص، شغل ما یک سری چالشایی هم داره. عزیز من، مهمترین چالش شغل ما اینه که از ما انتظار میره که پاسخ همه سوالاتی که از ما میپرسن رو بلد باشیم. از پشت پرده های کودتای 28 مرداد گرفته تا تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران. از دونستن ریز حقوق اقشار مختلف جامعه گرفته تا قیمت مسکن و زمین تو شهرهای دور افتاده. از تشابه چرایی گرد بودن گردو با گنبد گرفته تا علت صورتی بودن درشه نمک. از شما انتظار میره که پاسخ همه این سوالات رو داشته باشید. اگه این سوال‌ها در محیط دانشگاه اتفاق بیفته، گردشگرا حکم دانشجوی کنجکاو ترم اول رو دارن و من هم نقش استاد تاریخ و جغرافی و اقتصاد و حقوق و فلسفه. ولی چون این سوال‌ها توی محیط و فضای صمیمی اتفاق میفته، بیشتر موقع نقش من میشه گوگل سخنگو و مسافران میشن اون کاربرای فضای مجازی که میخوام با یک کلیک جواب تمامی سوالاشون رو بدونن. خب، خیلی از چالش ها و سختی هاش براتون گفتم. البته که شغل ما یک تأثیرات خیلی مثبتی رو داره. ما در شغلمون فرصت دیدن، تجربه کردن و آموختن داریم. با انسان ها و فرهنگ های متفاوتی آشنا میشیم. یاد میگیریم که باید به عقاید دیگران احترام بذاریم تا دیگران هم به عقاید ما احترام بگذارن. یاد میگیریم که بدون چشم داشت مادی محبت کنیم و محبت ببینیم. یاد میگیریم که بخندیم و بخندونیم. یاد میگیریم که چطور صبر رو جایگزین عجله، محبت رو جایگزین حسادت و در نهایت عشق رو جایگزین نفرت کنیم. امیدوارم بعد از این جلسه تک تک شما یک راهنما باشید.